بسم الله الرحمن الرحیم. من سال گذشته می سفری داشتم به کشمیر. بعد از اونجا گفتن که یک منطقه هست به اسم لادک که در ارتفاعات، یعنی ارتفاعات چند هزار پایی است، که رفتیم جامو و از اون با جامو اونجا با هواپیما رفتیم. وقتی که هواپیما داشت میشست ما دیدیم که داریم میخور اصلا به کوها، چون اینقدر ارتفاع بالایی داره. خب این لادک یه منطقه است که نزدیک به تبت هستش و بیشتر هم در واقع بودایی هستن. ما اومدیم و دیدیم که خب یه مساجدای کوچکی وجود داره. گفتم که اینجا مسلمان هم داره. گفتم آره، یه جمعیت مثلا بوده 25 تا 27 درصد مسلمان داره و در این میان مثلا یه 10-12 درصد، حالا اگه اشتباه نکنم تا 15 درصد، مثلا نصف نصف یا شاید شیعیان اونجا حضور دارن. برام خیلی جالب بود که به هر حال بریم از با شیعیان اینجا ما یه دیداری داشته باشیم. رفتیم در واقع شهر رو گشتن، دیدیم که یه حسینیه هستش. یه حسینیه خیلی باشکوهی داره ساخته میشه. خیلی به وجد اومدیم. گفتیم که عجیبه که این همچون حسینیه‌ای در یه همچین شهر، خب اینقدر چیز نداره که همچون حسینیه‌ای داره ساخته میشه. کسایی هم میشناختن ما رو و اینکه حتی ایرانی اومده و بعدم بالاخره یه شیعه‌ای هستش. خب جمع شدن یه جمعیت 30-40 نفری از مؤسسین و به اصطلاح بزرگان در واقع خود اون منطقه که به هر حال کارهای فرهنگی میکردن، اومدن و توی سالونی نشستیم. هنوز نیمه کاره بود اون ساختمون، نشستیم و بعد من توی جمعیت که نگاه کردم دیدم خب یه جمعیت 30-40 نفری از بودایی ها هستن. نوع لباسشون که بود دیدیم که اینا بودایی هن. بعد خطاب به همین دوست عزیزمون گفتم که این دوستان بودایی هن، حالا چجوری ما میخواییم مثلا صحبت بکنیم و اصلا چجوری اصلا مادم ما رو بینه. گفتن که نه اینا از دوستان آقا عبدالله هستن. میگفتن که اینا روزهای محرم دیدنی است، یعنی شما باید بیاید ببینید که روز محرم اینا گفت اینا با پرچمای خودشون میان، مشکای دست میگیرن میان. و اینا دوستان ما هستن، خودی هستن، غریبه نیستن. و بعد و پایین صحبت که من گفتم که من همین دو هفته پیش قبل از که بیام اینجا از زیارت آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام اومدم و بعد هم که حالا باز اینجا قرار هستش که زیارتی رو هم برم خدمت آقا. خب همه شیعیانی بودن که شاید اصلا در عمرشون اصلا فقط اسم ایران رو همجور شنیدن. به مزی که من رو گفتم دو هفته پیش از بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام اومدم، دیدم همشون اومدن صف واستادن، خدا شاهده اومدن یکی یکی جلو. خب قبلش ما با همشون دیدار کرده بودیم، اومدم با عنوان تبرک منو بغل کردن، بوسیدن و گفتن گرفتی سلام رو با آقا برسون. و بگید که ما هیچ آرزوی نداریم غیر از این که یک روز بیایم به زیارت آقا. چو مجنون رو کنم سوی بیابان، بخوانم دوست را با چشم گریان، شوم بیگانه از مردم چو آهو، شود تا زامنم شاه خراسان، شود تا زامنم شاه خراسان.
پس را تدعا این علی که ساعد این مفروع بل اجابت درم دعوت من ناجا که مستجابت و توبت من اناب علی که مخبولت و عبرت من بکا من خوف که مخبولت ولغاثت لمن استغاث بک موجودت ولعانت لمن استعان بک مخبولت لعداد که لعباد که منجبت و جلل من استغالت و اعمال عامرین لديك مخبولت وارزاقك الى الخلاوه من لدن تناظر وعقائد المبيد المتواكر وموائد المستقيم المؤثر ومناهل الظماء المستعصم اللهم فاستجب دعائي وقل ثنائي واجمع بيني وبين اوليائي بحق محمد العلي الفاطم والحسن والحسين انك ولي نعمائي فمنتهى مناي وغايه رجائي في منقلبي ومفتول انت الهي وسيدي ومولاي كف الله وليانا وكف عنا اعداءنا فقط پسر موسی جعفر امام هشتم امام رضا رو میخوام زیارت کنم. کفش زائر بی بی آدم کار مقدسیه، معمولا با دستمالش پاک کنن روشه یا با دست با دستکش که دستیشه بکشه روش. زائر میاد خب احترام داره، محترمه، خیلی بهتر از این دیگه نمیشه. معمولا آدم های رعیت بیشتر خاک داره کفش ها. به ما اینجوری به حساب ثابت شده بود که بله همین آدمایی که مقامشون به حساب بالاتر اینا حساب میرن اونجا خادم اینا. بعد وقتی با آقا محمدزاده رو دیدیم اینا با چند نفر دیگه هم آشنا شدیم همینجوری، دیدیم نه اینا برای واقعا برای یک حاجت یک نیازی دارن، یک نظری دارن که میرن اونجا خادم اینا برای مثلا پولش اینا. بفهم شما ولی وقتی الان مثلا این معلم ها رفته در خادمی حرم امام رضا آمینم خیلی خوشحال میشه. یک حالات خاصی دا هست، احساس میکنم که حرفام یه مقداری اثرش بیشتر شده رو بچه هایی که اومدن، یه ارتباط نزدیکتر رو احساس میکنم باشون دارم. ما هر لحظه که پشت میز کفشداری هستیم میبینیم که مثلا ممکنه حداقل روزی 3000 جفت کفش هر نفرمون بگیره. این 3000 جفت کفشی که میگیریم هر جفتش ممکنه از یک شهری باشه، از یک روستایی باشه، از خارج از کشور، از داخل کشور، هر کدوم با یک امید آرزوی آمده دیگه. ما اونجا با کفش اونس خاصی داریم، کفش اونجا برامون مقدس میشه، خاک کفش، خود کفش،
این کفشی که با هزار زحمت یه مسیر رو طی کرده اومده برای زیارت امام رضا، اون برای ما ارزش خاصی داره. حتی بعضیا سرمه چشمشون میکنن، بعضیا خاکشون همراه خودشون میکنن برای روز نمیدونم توی کفنشون میذارن و خیلی مقدسه. مفهمی قبول بشی مال حرم اینجا کفاشخانه حضرت امام رضا است. مثلا خیلی باور کردنیه. هنوز نرفته تو؟ نه هنوز نرفته. میدونی یکی که کفش داده؟ نه شغلشون شغل بله شغلشون خادم امام هشتم هم دیگه کفش داده شده. صحبت حقوق و پول نیست اینجا، همشون مخفی هستن به لطف امام رضا. دکتر لیسانس، فوق لیسانس، بازاری. افتخارم میاد اینجا، شب چهارشنبه از اونجا حرکت میکنه، صبح پنجشنبه میرسه اینجا، پنجشنبه و جمعه کفشداری میکنه، عصر جمعه برمیگرده شنبه سر کار. ما به قرآن تو ایران حرف نزد. کفشدار عالی 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 عالی، اینقدر با عزت با احترام خوش آمد میگن، خداحافظی میکنن، التماس دعا میگن. ما یعنی زوار افتخار خود ما میدونیم که اگر اینو نباشن ما اینجا نیستیم. یکی از می که یعنی بالاترین افتخاری که ما کفشدار زوار. ولی ما گاهی اوقات ظاهرهای دیر سوخته میگیریم که خود ما رو تحت تاثیر قرار میدن. از اولی که میان گریه میکنن تا آخری که میرن. مگر هم مشکلی داریم به اونا میگیم برای ما هم دعا کنن. آدم بعضی موقع چیزایی هستش که از جلوش رد میشه ولی بهش دقت نمیکنه. و بعضی مواقع که پیش میاد دقت میکنه اونو دریاییه برای خودش. حرف که از مقوله قاله و کار اینها از مقوله حاله. هیچ وقت قال به مرحله حال نمیرسه. اینم لطف فقط لطف امام رضا است. هیچ کس اینجا نمیتونه به که من کاری میکنم. ما شاید در محل کار خودمون نتونیم مثلا 12 سال رو پا بیستیم، ولی اینجا که ما میایم اصلا غیر طبیعیه دیگه، خودمونم نمیدونیم که واقعا تمام بچه های ما همینجورن، به صورت معجزه هستن. در یک کلمه کار کفشداری کار عشق و همه آرزومون اینه که در طول این چند سال یک بار کفش آقای امام زمان به دست ما رسیده باشه. کارگرای آقا. کارگر آقا. بله. دوست داری کارگر آقا باشید؟ بله. دوست داری کارگر آقا باشید؟ بله. رو چشمم کاش میشدم. اگه بهت بگم بیا اینجا کفش داری بشه میای؟ بله میمونم. می اونجا میرم اینجا برام فرم. من خای که پای آقایم. محبوب رضاست هر که دل ریشتر است. از کعبه صفای این حرم بیشتر است. اینجاست طبیبی که ندارد نوبت، هر دل که شکسته تر بود پیشتر است. بارها پیش اومده از آمریکا زنگ میزده بنده خدا، میگفته گوشی تلفن به طرف قبر مطهر حضرت رضا بگیر. حالا ببینین ارادت چقدر هستش. اون حرفش هم میزده، حاجتش هم میگرفته و بعدم مجبا روز بعد میگفته من چیزی خواستم خود از رضا. دور و نزدیک نداره برای حضرت رضا، فقط معرفت میخواد و اخلاص. اس خوبی کردم بوی امام رضا خوبه. بعد غریبه امام رضا حس کردم. آقای ما اینجا هست دیگه، ما غیر از این نیم. آخره حج فقیرای هم السلام علیکم یا باعث نور نبی الله. السلام علیکم یا باعث ابراهیم الملتی. السلام علیکم یا باعث موسی کلیم الله. السلام علیکم یا باعث ابراهیم الملتی. السلام علیکم یا باعث موسی کلیم الله. السلام علیکم یا باعث ابراهیم الملتی. السلام علیکم یا باعث تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی و انت حیون یا عبر حسن یا علی بن موسی رضا مرتضی الامام الطلوع النقی الزکی. اللهم صل علی علی بن موسی رضا المرتضی. السلام علیکم یا علی بن موسی. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام عليك يا علي ابن مسلم. السلام علي ومؤين الزوات. السلام عليكم يا معتزة. يا حضرت رضا خشم مدى محق صليب الإنسان حرم شناس مدام جيد خانة درم يا امام رضا خد برغلم كمك مقايا حضرت رضا. خیلی ممنون. ان شاء الله که امام رضا مریضتون رو شفا بده. خیلی ممنون. بهش میشه بشه بگین اروپا مثلا امام رضا. میخوام برام صحبت کنم. کجا تماس میگیرین؟ چی وقت میگم داخل حرم؟ با امام رضا صحبت کنم. سلام علیک یا علی ابن موسی رضا. تو به حق جوادت از راه دور با تماس میگیرم. سلامم جواب بده آقا. دردایی که تو دلم و خودت میدونی چیه. اونا رو برآورده کن. یا علی ابن موسی رضا. هر کی هر مراد و مطلبی داره، هر آرزویی که داره و هر شوقی که به سوی تو پرواز میکنه، یا امام رضا خودت حاجتشو برآورده کن. السلام علیکم یا امام رضا. آقا امام رضا کمک میخوام. خیلی دلم میاد سیام سمت سیام خونت آقا، اما نتونستم. جان جواد یا امام رضا بچه هم بدوده بود، یا امام رضا بچه هم بدوده بود آقا، بچه شیم بدوده بود. امام زد جار امام حسین دیدیم نبتی دوه کم رکن دیدیم به جار امام حسین چنان ببریدم شفا بودی یا دوگر عمر بیشار نبکن امام زد دوه کردم آقا حسن آقا حسن من این بزن از دیالان هم جلابی اوزان آقا حسن بزن به حق با بایرام سامان هم زدن مشکیته بلا خدا همه التماس دعاشون رو قبول کن، شفای بابام بده، فرج امام زمان رو یا موسی رضا نصیب بفرما. Oh,
امام رضا چشم همه دست را بزن، یا امام رضا چشم سید محبوب شد، یا امام رضا. الو بشین گوش بده این امام رضا. یا امام رضا سلام. یا امام رضا دست را بکنم گوش بسایی باشم. ایش امام رضا چه با بزن.